اونجا نشستیم، بزم سرود موسیقی شد. خب مردم میدونستن که من اون زمان میدونستن هنر منم. احمد جایر دو سه سرود خوند، از من خواهش کردن که منم بخونم. اسباب موسیقی آوردن، همین رباب بدخشانی میگیم، رباب افغانی میگیم، چی میگیم، عزیز اسباب بودن. احمد ظاهر مشاهده کردم که در نواختن اون اسباب کمی عاجزی میکشد، چون که چپ مینواخت و سیمهای اسبابم طرف راست بود، برای من خیلی آسان تر بود. دو سه سرود خواند، خوب خواند، بعد از من خواهش کردن که شما بخونی. برای من خیلی آسان بود، سه چهار سرود بسیار جالب و خوب خواندم که مردم خوب پذیرفتن، خیستن، آغوش گرفتن با محبت. وقتی که خانه آمدم و امدایل نام گرفتن اسم و این و اون جرابیک نظری از شوروی و فلان، من آمده بودم میکرران زندگی میکردم. چند لحظه بعد عسکر آمد، من گفت که احمد ظاهر باید دوست شما در پایان رو میخواد که شما رو ببینم. خیلی دعوت کرد روز دیگر یا که همون روز؟ همون روز. بعد آمد دیگر، آغوش گرفتیم، این کردیم دیگر، خیلی نشستیم و قبل تاجکو من یک ضیافت کردم. اون وقت خانم و بچه هم در تاجکستان بودن. خیلی عسکر فرستادیم، رفت هر چیز رو بود آوردن. ما هم یک چیز ساختیم که اگر پیش هر کس میموندیم اونا قبول نمیکرد. آقاد پختگی منم پیش از قبول نداشت. من هم از آیل با هم پختیم، گوشت و تخم و روغن و پیاز و هر چی یافتیم با هم آمیخته کردیم، وارد دیگه کردیم. بعد گرفتیم، یک چیزی عجیب بود، کنه هیچ کس نمیخورد، لیکن ما بازم خوردیم. احمد ظاهر بود، یک دوست خوبش داود نام یک نفر. و دیگر خیلی صحبت ها گرم شد و این شد و اون شد و بعد فهمید که تو اون اول گفت که من حیرانم که یک شوروی همقدر خوب میخوند و همقدر از عالم ادبیات فرهنگ آگاهی دارد. خیلی بعد فهموندم که خیلی تاجکستان این است و اون است. اما ظاهر گفتن که من از هنرمند ها شنیده بودم، ذوق مردم تاجکستان، زیبایی تاجکستان، مهمانوازی مردم تاجکستان، سربلندی مردم تاجکستان، و بسیار آرزو دارم، دلم میخواهد که یک سفر تاجکستان داشته باشم، سفر هنری تاجکستان. انشاءالله امیدوارم که من هم بشناسم. حال احمد ظاهر راست شدم وارد تاجکستان نشده بود، یعنی که آهنگای احمد ظاهر کمتر آمد. اون زمان یادتون باشه ما از خیال و زلاند و سارا و زلاند و جالا و فلان و آقای مددی و نمیتی یاد داشتیم. از ساربان و احمد ظاهر کمتر بود، چون که همون زمان میدان آمده بود، لیکن همه جا را فرا گرفتیم. آشنا شدیم دیگر. من هم یک رباب دیگر داشتم، بعد گرفتم خیلی نواختم و خیلی این کردیم اون کردیم و بعد با این هنر آشنا شدم. بعد روز دیگر آمد یک ارمانی هم آورد، هست اون ارمانی پیش من. ارمانی هست اون خراب شد بیچاره، اما ارمانی که احمد ظاهر تو احمد ظاهر آورد دیگر، بسیار با محبت و بسیار صحبت من هم مثل که قابل قبول شد. روز دیگر ساعت های 10 بود که خانه بود، با همون دوست بیار میرویم پرمان میرویم فلان. چون من گفتم که من دعوتیم، مگر خواسته باشه به خانه یک دوست دارم، گفتم قبول. بعد رفتیم خانه شهباز کبیر و جنگلک افغانستان. خیر رفتیم که شهباز با خانمشون اتقابه من بسیار عزیزم، خانم شهباز و شهباز خودش رو بسیار نزدیکیم، برادر خواهران منم. وقتی که رفتیم شهباز و خانمش برامد با چند نفر دیگر استقبال من دیدن که احمد ظاهر است. اونا هم برای اونا بسیار توفه بسیار بسیار توفه بی نظیر بود دیگر. اونا از سیموش میشناختنش از چهرش؟ البته احمد ظاهر تمام افغانستان میشناخت، بسیار محبوبیت داشت. اکسوش هم بودن وقت پرمون؟ اکسوش هم بود، کسیتاش هم میفروختن، این هم میفروختن، هرچند که زندان بود. اکنون هنر اونا کی میتونست؟ افتاد رو میشه که با دامان پوش. بعد خانه شهباز رفتیم دیگر، اونا هم خیلی خوش شدن که من احمد ظاهر رو آوردم، چون گرد کس آسان میکن دیدارم برای که من رو بیند هنر شب خوش نود. نشست من دیگر همسایه های دیگر همون از اتحاد شوروی، اون از طرف کنترک مثلا آذربایجانی ها بودن، ارمنی ها بودن، قزاق ها بودن، ملت های دیگر از کشورهای دیگر بودن، همه چین شدن که احمد ظاهر آمد دیگر. همه مهمانی شهباز و مهری نیستا شدن، خانهش پر از آدم شد.
آخر نشستیم اینو اونو بعد آمازور بودیم خیلی آدم زیاد مگر دوست دیگون محفیل اینو داره گفتم که نه دعوت میکردن یا تو آمدی دیگر مردم میخواست سرود تبوش کنم بعد با شهباز رفتم اسباب موسیقی از جا دیگر آوردم این طرف شهباز خوبتر میدونه رفته میگه که یک گروه دارن مشق میکردن آهنگ آماده میکردن برای احمد زهیر البته شما میدونید که بسیاری خوانده هاش چیزهای بدخشانی هست آهنگ های بدخشانی موسیقی خودی معلم ما و تاجکو هم هست خواندن های هندی هست مثلا مال محمد رفی هست و مال فلان هست لیکن احمد زهیر از همه دیده بیشتر عاشقانه میخوندن عارفانه میخوندن اطراف مثلا هنر در تاجیکستان خیلی صحبت کردم که هنر در کدام مقام است چنان کردم که دیگر والا و شیده های تاجیکستان شد من همون وقتم در خانه سبتای استاد کشریف داشتم مانده بودم اینقدر شیفته شد اینقدر خوب قبولش کرد که حساب بود گوش کرد گوش کرد بسیار راحت کرد بعد دیگر آهسته آهسته گذشت به خوندنی همین یادم از یک سرود دیگر من اگر چشمی سیاه داری قربانت شد من خانه گجا داری مهمانت شد من این آهنگ و سرود آهنگ بدخشانی است این خونده میاد چون در افغانستان خیلی رایج است من بعد آهسته آهسته آمدیم وارد شدیم شوروی بعد همون سرود مشهور یان سریت لیوشکو سر کرد همین فکر کی بود همین خوندن همین سرود احمد زهیر خودش وای میدونی چی میدونست احمد زهیر سر روز احمد زهیر شروع کرد یان سریت لیوشکو بعد خواهر عزیز ما مهری لیسا هم رو شد بعد از من خواهش کرد که با من هم بخونه خیلی خیلی به قول مردم اونجا شکر شکنی شد خیلی چیزی خوب بود بله همین آهنگ همینا کی میبینن وقتی خیلی همزایی خودی میبینن وقت خودش میبینن وقت اما ارگن آوردم دی ارگن ها در ما اینقدر رول معمول نبودن بله انا خودش میبینن وقت در نواختن ارگن خوب بود متاسفانه تولگزا نداشتی هم وجود در چی نه همون ریتم اگر اعتبار داده باشی همون اسباب ریتم دارد همون خودش همون اسباب خیلی اسباب ها ریتم داشت نوی پیدا شده بود مال آلمان بود بعد احمد زهیر این سرود را خوند بعد چیز دیگر را خوندیم بعد منم یک همون مینگریم میرویم سرود انجام محمد مولوی را خوندم بعد این را خوندم به هر حال صحبت چنان شد که تا ساعت یک کسی نمیخواست که محفل را ترک کنه